بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شهیدان، رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و یاران شهیدش، آنها که در مسیر خدمت به ملت بزرگ ایران از دل و جان کوشیدند و جان فدا کردند. سلام بینندگان عزیز، شب بخیر. مردم بار دیگر داغی بزرگ و جانسوز را به امید و حماسه تبدیل کردند. حد فاصل دانشگاه تهران تا میدان آزادی امروز شاهد صفوف به هم فشرده مردمی بود که تشییع رئیس جمهور شهید و همراهانش را به بدرقه تاریخی 7 ساعته تبدیل کردند. مردم با اجتماع عظیم و اقامه نماز به امامت رهبر انقلاب اسلامی از رئیس جمهور شهید و خستگی ناپذیر و شهدای سربلند مسیر خدمتگزاری قدر شناسی تاریخی کردند. تصاویر دریافتی ما فقط قادر است زوایایی از این حضور شکوهمند و همدلانه را به تصویر بکشد. مردم حدشناس آمدند تا به شما بگویند برای همیشه تاریخ خدمات، نام و یادتان در کتاب افتخارات این سرزمین آسمانی تلاکوب و ماندگار می شود. ساعت 10 است، هنوز ماشین حامل پیکر شهدا به اینجایی که ما هستیم چهارراه نواب نرسیده و جمعیتی از سمت میدان انقلاب در حال حرکت است به سمت میدان آزادی. هنوز منتظر ماشین شهدا است. منتظر شهدا است، همونجوری که برای حاج قاسم مون ساعت ها اینجا منتظری. اشکال نداره تا بعد از ظهر تا شب هم ادامه پیدا کنه. ما پای نظام، پای انقلاب و پای مراسم است. ای من هم نوام آوردم، هم دخترم آوردم، هم پسرم آوردم، برای اینکه معتقدم که هر کسی به مملکتش خدمت میکنه این باید گل سرسبد ملت باشه. ای ساره بانا جمهور شهید و این آخرین سفر استانی توست در پایتخت که روایت می‌کنه. اعتمادی که از دولت ازم گرفته بود نتونستم اون دوره بهشون رأی بدم و الان خیلی شرمنده شونم. اومدم حلال هم کار خسته نباشی شیر من. این جمعیت نشونه چیه؟ نشونه همدلی، نشونه همبستگی. از گوشه ایران ور میداره، این محبوبیت بهش میده با این توفیقات. تو انقلاب هم میتاره، هر که خودش ببینه هم میرفته عقب.
به نظر من رسیدم میدون آزادی گفتم احساس میکنم آدم داره از زمین میجوشه. جهادی رئیس جمهور شهید برای حل مشکلات مردم از او چهره‌ای مردمی و ماندگار به یادگار گذاشت. چه چیزی آقای رئیس رو ماندگار کرد تو ذهن همه ما؟ محبوبیتش. میگویند پیام حضورشان قدرشناسی از رئیس جمهوری بود که در طول خدمتش بین همین مردم در 33 ماه خدمت به بیش از 47 سفر استانی رفت. پای کار بود و برای خدمت به مردم سر از پا نمی شناخت. رئیس جمهور آینده کارت خیلی سخته. امیدوارم بدونی به این مردم چقدر متوجه میشن، قدرشناسن. شما رو یاد کدوم شهید میندازه؟ شهید بهشتی. اقتدارشون تفکر رجایی رو زنده کرد، جامعه رو زنده کرد، امیدگار کرد به آینده. آقای رئیسی رئیسی نکرد، خادمی کرد، خادم بود. ایشون نشون داد که واقعا میشه بدون پشت میز نشستنم پای انقلاب وایستاد. گرک ها خوب بدانند در این ایل غریب، گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز. گرچه یاران همگی بار سفر بربستن، شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز. اللهم انا لا نعلم پناه منی، تکیگاه منی، که زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. سردار سلیمانی ها خواهند اومد یا شهید رئیسی ها خواهند اومد؟ حتما خواهند اومد، حتما. من خودم یه پسر دارم، علی اکبرم، تقدیم رهبری میکنم، با عشق تقدیم میکنم به رهبری. بعد از 4 ساعت و نیم این همراهی مردم قدردان و وفادار رسیدیم به آزادی. میگم خانم، ما همچنان موندیم تو میدان آزادی. نمیتونم برم، دلم خیلی می‌سوزه، نمیتونم برم. اصلا انگار یه پدری رو دست دادیم، نمیتونم برم خونه. مردمی بود، رفت دیگه، از این شهر رفت، رفتن امام رضا. خادم رضا رئیس جمهور شهید بعد از شهادتش همسفر پرکاری دارد، از تبریز تا قم، از قم تا تهران، از تهران تا بیرجند و از بیرجند تا مشهد مقدس. با حضور مردم داغدار و قدرشناس، همچنین مسئولان در دانشگاه تهران مراسم خداحافظی و نماز رئیس جمهور شهید برگزار شد. در این مراسم حضرت آیت الله خامنه ای بر پیکر شهید آیت الله رئیسی و همراهانش نماز اقامه کردند. بود پیکر شهدای خدمت به محوطه دانشگاه تهران. بسیاری خود را به اینجا رسانده بودند برای آخرین پیدا. پیرمرد اما آن گوش تنها میگریست. حال ما در این مصیبت کمتر از یعقوب نیست. او پسر گم کرده بود و من پدر گم کردم. پرچم تا ابد رفت، باید رفت، باید دنبال پرچم تا ابد رفت. در میانشان برخی از ویژگی‌های شخصیتی شهید جمهور گفتند. نجابت، شایستگی، اخلاص، صداقت، فهم و درک از مسائل منطقه. انصافاً آقای
رئیسی خستگی رو خسته کرد. سلامت زندگی به سلامت خدمت کرد. به نظر من بهترین اجر شد گرفت. ایشون یک بار دیگر این مدیریت جهادی و انقلابی رو به صورت مساقی نشون داد به این مردم. الگو سمبل جدیدی از خدمت مسئولین عالی تراز جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذاره و خاطره سنوات اول انقلاب رو احیا بکنه. اندیشه و تفکر ایشون هم اسلامی بود، هم انقلابی بود، هم جهان را میشناخت، سیاست‌های منطقه‌ای را میشناخت و در اندیشه و تفکر یک رئیس جمهوری بود که در شأن عظمت ملت ایران بود. قبل از ایشون یه بحثی بود مقابله میدان و دیپلماسی و ایشون به حمدالله تونست نشون بده در همین مدت کوتاه که آدم میتونه هم مرد میدان باشه هم مرد دیپلماسی. شرطش هم اینه که نیتش خالص باشه برای خدمت کردن به خلق. و شماری از اثرات این شهادت شما میبینید که چه وفاقی، چه همبستگی، چه انسجامی در بین همه ملت یک بار دیگه ایجاد شد. خلاصه میشه پاک، خدمتگزار و قطعاً شهادتش هم باعث انسجام بیشتر نیروهای انقلابی خواهد شد. رفتار ایشون قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت تغییر نکرد که حتما تأثیر میذاره رفتار سیاستمداران مدیران کشور. باعث استحکام پایه‌های انقلاب، انسجام مردم، ارتباط نسل جدید که اون دورانها رو ندیدن با ارزش‌های انقلاب خواهد داشت. وقتی کسی رئیس جمهور میشه باید در این حد و اندازه ظاهر بشه انشالله، با پشتوانه شهادت اینها انگیزه های حرکتمون قوی تر خواهد شد. حضور میلیون مردم پیامش به همه مسئولین همه گروه های این بود که انسجام، وحدت و همراهی. مهمانان خارجی هم آمده بودند، از جمله رهبران محور مقاومت. خون شهید رئیسی تأثیرش و اثرش انشاءالله بیشتر از خود رئیس جمهور رئیسی. ليس فقط بالاقوال ولكن ايضا بالافعال. حمایت های آقای رئیسی از مردم فلسطین و غزه تنها در حرف نبود، ایشان در عمل هم پیگیر احقاق حقوق مردم فلسطین بود. رئیس جمهوری الشهید سماحت السید رئیسی. آقای رئیسی یکی از عالمان محور مقاومت بود و حمایت های او از مقاومت در شرایط و مناسبات منطقه تاثیرگذار بود. جهت اقامه نماز بر پیکر سید الشهدای خدمت و سرانجام الصلاه بر پای نماز بر پیکر این شهدا. الله اکبر. و باز هم رسیدن به فراز اللهم انا لا نعلم منهم الا خیر. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیر. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیر. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا ما انت اعلم بهم منا. شهادت دست کم پاداش یک عمر خدمت صادقانه بود و قطعا از امروز اثرات رئیس جمهور به عنوان شهید جمهور ادامه خواهد یافت. امیر شامر، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس دفتر سیاسی حماس گفت در آخرین دیدار با آقای رئیسی ایشان بر موضع ثابت ایران در حمایت از آرمان فلسطین تاکید داشت و می گفت طوفان الاقصی قلب رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است. اسماعیل هنیه در مراسم تشییع پیکر شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش در دانشگاه تهران گفت حامل پیام تسلیت مردم فلسطین به ملت ایران است. جئنا اليوم باسم شعبنا الفلسطيني المرابط على ارض فلسطين. به نام ملت پایدار فلسطین و به نام گروه های مقاومت فلسطین و از غزه آمده ایم که به جمهوری اسلامی ایران تسلیت بگوییم، به رهبری، به مردم و خانواده های معظم شهدا به مناسبت شهادت این بزرگ مردان سرفراز.
وبحضور قيادات محور المقاومة. بار دیگر و در حضور مردم میگویم و در حضور رهبران محور مقاومت و گروه‌های مقاومت فلسطین، مطمئن هستیم که جمهوری اسلامی ایران به راه حمایت از ملت فلسطین، سیاست و استراتژی که دارد و ارزش‌هایی که دارد برای حمایت از مردم فلسطین توسط رهبر انقلاب و مسئولانش ادامه خواهد داد تا آن روزی که سرافرازانه بالای گنبدهای مسجد الاقصا و قدس شریف پرچم پیروزی و پرچم توحید را برافرازیم. آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان عصر امروز در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگی از دولت و ملت این کشور ضایعه درگذشت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و همراهان ایشان را به حضرت آیت الله خامنه ای و ملت ایران تسلیت گفت. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در دیدار امیر قطر و هیئت همراه با تشکر از ابراز همدلی و همدردی قطر در حادثه تلخ اخیر بر لزوم استمرار مسیر پیشرفت همکاری‌های دو کشور تأکید کردند. ایشان از دست دادن رئیس جمهور جامع الاطرافی همچون آقای رئیسی را سخت خواندند و گفتند به رغم این فقدان اما حرکت کشور هیچ تغییری نخواهد کرد و همان روح علاقه و اطمینان میان ایران و قطر که در دوره رئیس جمهور فقید حاکم بود از طرف آقای دکتر مخبر هم ادامه خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط منطقه و تلاش دشمنان برای از بین بردن ثبات و آرامش خاطر نشان کردند کشورهای منطقه یک گزینه بیشتر پیش روی ندارند و آن همراهی و همدلی با یکدیگر است. آقای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم در این دیدار با اظهار تسلیت درگذشت رئیس جمهور و همراهان ایشان گفت روابط ایران و قطر همواره مستحکم بوده و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. امیر قطر تنها راه مقابله با تهدیدهای موجود در منطقه را همکاری و انسجام کشورهای منطقه دانست و افزود ما هیچ حدی را برای گسترش روابط با ایران قائل نیستیم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس مجلس لبنان هم با قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت لبنان در این حادثه تلخ و سنگین گفتند اعلام اعضای عمومی در لبنان نشانگر کمال همراهی دو کشور است و ما نسبت خودمان با برادران لبنانی و جناب آقای سید حسن نصرالله را نسبت خیشاوندی و برادری می دانیم. ایشان حادثه اخیر را موجب از دست دادن یک شخصیت برجسته دانستند و خاطر نشان کردند. شخصیت برجسته ای را از دست دادیم و برای ما سخت این. ولیکن تو این سالهای متمادی ما از این حوادث سخت همیشه استفاده کردیم برای تولید فرصت برای کشور. این قضیه هم همجور باید. به حمدالله ملت ما ملت ایستاده و بیداریست. دیدید چه حرکتی رو شروع کردن در این حادثه تر. ما اعتمادمون به خدای متعال زیاده و توکلمون خیلی زیاده و انشاءالله که میدونیم از این حادثه هم ملت ایران سود خواهد بود، استفاده خواهد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با ابراز خرسندی از همدلی موجود میان مجموعه های مقاومت در لبنان و تایید سخنان آقای نبیه بری مبنی بر جنگ وجود در منطقه افزودند شرایط کنونی منطقه به گونه ایست که هم برای دشمن صهیونیستی شرایط مرگ و زندگی است و هم برای جبهه حق. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند ورود لبنان به قضایای اخیر فلسطین و غزه تأثیر عمیقی داشت و اگر چنین کاری انجام نمی‌شد قطعاً بیشترین خسارت به خود لبنان وارد می‌شد. آقای نبیه بری هم در این دیدار با اعلام ناراحتی و اندوه شدید ملت و دولت لبنان از حادثه اخیر گفت ما زخم و جراحت بر برادران ایرانی را زخم و جراحت خود می دانیم و وظیفه ما بود که به نمایندگی از دولت و ملت لبنان در تهران حضور پیدا کنیم. آقای نبیه بری با اشاره به شرایط منطقه و جنگ غزه آن را جنگ وجود خواند و افزود لبنان نمی توانست در قبال کشتار مردم غزه ساکت بماند و به همین دلیل مقاومت لبنان برای کمک به مردم غزه وارد میدان شده است و ما شرط اول تغییر شرایط موجود را توقف جنگ غزه می دانیم.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین عصر امروز در دیدار رئیس جمهور تونس و هیئت همراه با سپاسگزاری از احساسات برادرانه و صمیمانه آقای قیس سعید نسبت به حادثه اخیر گفتند حادثه از دست دادن رئیس جمهور و جمعی از مسئولین و همراهان آنها سنگین است، اما در طول دوران جمهوری اسلامی همواره مشاهده کرده ایم که بر اساس حکمت الهی و با صبر و پایداری مردم حوادث تلخ منشأ پیشرفت‌ها و حرکت‌ها شدند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با ابراز مسرت از شکلگیری تجدید مطلع در روابط ایران و تونس به دلیل سفر رئیس جمهور این کشور افزودند حضور شخصیت فاضل و دانشگاهی همچون آقای قیس سعید در رأس کشور تونس یک فرصت است تا این کشور بعد از سالها حاکمیت استبدادی و قطع رابطه با دنیای اسلام چهره جدید و خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حرکت چند سال قبل مردم تونس که زمین ساز یک حرکت بزرگ در شمال آفریقا شد، خاطر نشان کردند ملت تونس استعداد زیادی برای پیشرفت و حرکت رو به جلو دارند و امیدواریم که با تدبیر آقای قیس سعید وحدت لازم میان گرایش های مختلف در تونس به وجود بیاید و زمینه پیشرفت بیشتر فراهم شود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مواضع ضد صهیونیستی رئیس جمهور تونس تاکید کردند این گونه مواضع باید در دنیای عرب توسعه یابد، زیرا متاسفانه در دنیای عرب به این گونه مسائل اهتمام ورزیده نمی شود و ما معتقدیم تنها راه موفقیت استقامت و پایداری است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت‌های خوب ایران و تونس برای گسترش روابط گفتند دولت رئیس جمهور فقید ما دولت کار و تحرک و ارتباط بود و اکنون نیز آقای دکتر مخبر با اختیارات کاملی که در اختیار دارند همان مسیر را برای توسعه روابط ادامه خواهند داد. ایشان اظهار امیدواری کردند همدلی ها و همزبانی های کنونی میان دو کشور به همکاری های میدانی تبدیل شود. در این دیدار آقای قیس سعید رئیس جمهور تونس هم با ابراز تسلیت قلبی و خالصانه دولت و ملت تونس به دلیل حادثه تلخ اخیر گفت آخرین دیدار ما با رئیس جمهور فقید ایران چندی پیش در الجزایر بود و در همانجا توافق کردیم که من به تهران بیایم، اما هیچگاه تصور نمی کردم که برای ابراز تسلیت فوت ایشان به تهران بیایم. رئیس جمهور تونس با اشاره به اراده مشترک دو کشور برای گسترش روابط در همه زمینه‌ها اظهار امیدواری کرد که با پیگیری توافق‌ها گسترش همکاری‌ها به صورت عملی تحقق یابد. آقای قیس سعید همچنین با اشاره به شرایط منطقه و کشتار مردم غزه به دست رژیم صهیونیستی تاکید کرد دنیای اسلام باید از موضع انفعالی کنونی خارج شود و با همصدایی به دنبال احقاق حق مردم فلسطین در همه سرزمین‌های فلسطینی و تشکیل دولت مستقل به پایتخت قدس شریف باشد. وی خاطر نشان کرد امروز جامعه انسانی در جهان از جامعه بین‌المللی پیشی گرفته و جامعه انسانی در کشورهای مختلف یک صدا در مقابل ظلم و جنایت در غزه به میدان آمده است. همچنین جمعی دیگر از سران و مقامات عالی رتبه کشورها برای عرض تسلیت و تعزیت به حضور رهبر انقلاب اسلامی رسیدند. نخست وزیران عراق و ارمنستان و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم امروز با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کرد. انقلاب اسلامی در دیدار با نخست وزیر عراق تاکید کردند ما شخصیت برجسته ای را از دست دادیم. همطور که اشاره کردید ما شخصیت برجسته ای را از دست دادیم. برادر بسیار خوبی بود، مسئول کارآمد و با کفایت و صمیمی و جدی بود در کشور. آقای سودانی نیز در این دیدار خطاب به رهبر انقلاب گفت آنچه ما از آقای رئیسی رئیس جمهور شهید ایران دیدیم چیزی جز صدق، اخلاص، پاکی، کار و تلاش و خدمت به مردم نبود.
آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در دیدار با رهبر انقلاب گفت ما از شنیدن خبر درگذشت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران و همراهان ایشان در سانحه هوایی در بهت هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن قدردانی از ابراز همدردی نخست وزیر ارمنستان به مشترکات تاریخی و جغرافیایی و منافع مشترک ایران و ارمنستان اشاره کردند و گفتند سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روزافزون روابط با ارمنستان تحت مدیریت آقای مخبر ادامه پیدا خواهد کرد. آقای اسماعیل هنیه رئیس سیاسی دفتر حماس نیز در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی آقای رئیسی را شخصیتی دوستدار و یاور فلسطین و مقاومت خواند و گفت آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه فقید نیز در همه صحنه ها و سازمان های بین المللی همواره از فلسطین و مقاومت دفاع می کرد و من بارها به او می گفتم که شما وزیر امور خارجه مقاومت هستید. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با تجلیل از مقاومت فوق العاده مردم غزه گفتند به لطف الهی آن روزی که فلسطین از نهر تا بحر تشکیل شود فرا خواهد رسید. خدای متعال به مادر حضرت موسی دو تا وعده داد، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این دو تا وعده بود. بعد که فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحسن و لتعلم ان بعد الله حق. این وعده ای که خدا میخواست مادر موسی بفهمه که حقه، وعده برگردوندن اون نبود، اون که برگشته بود، وعده که میبینه اون وعده دومی بود و جاعلوه من المرسلین. این وعده رو برای که مادر موسی باور کنه که حالا که این وعده عمل شد که رددنا الی امه، اون وعده هم عمل خواهد. وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا کرده، یعنی یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فعت کثرت بإذن الله. شما یه فئه قلیله هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که مهم اسرائیل، او هم قابل تحقق، تشکیل فلسطین من البحر الى النهر، ان شاء الله اون روز رو هم خواهید دید. معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد ساعت 7:30 فردا صبح برنامه‌های مرتبط با تشییع پیکر شهید آیت الله رئیسی در استان خراسان جنوبی آغاز می‌شود و سپس کاروان به سمت مشهد مقدس حرکت می‌کند. به گفته آقای منصوری پس از اقامه نماز ظهر و عصر، مراسم استقبال از شهید جمهور در مشهد از میدان 15 خرداد به سمت حرم مطهر رضوی آغاز و پیکر شهید آیت الله رئیسی پیش از اذان مغرب در دارالسلام حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد. بله، مردم مشهد آماده استقبال از پیکر خادم رضا شهید رئیسی شدند. گفتگو میکنم با خبرنگار صدا و سیما مستقر در شهر مقدس مشهد. آقای رهنما سلام بر شما، لطفاً از جزئیات مراسم تشییع و خاک سپاری پیکر رئیس جمهور برامون بفرمایید. خب بنده هم خدمت شما همکار محترم سرگاه خانم حسینزاده و همه بینندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض تسلیت دارم. همونطور که شما فرمودین فردا حدود ظهر قرار پیکر مطهر شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی به همراه جمعی از همراهان شهیدشان از میدان 15 خرداد مشهد تا حرم مطهر رضوی با حضور باشکوه زائران و مجاوران تشییع بشه. تمهیدات ویژه‌ای در مشهد فراهم شده، نه تنها ظرفیت‌های مشهد بلکه کل ظرفیت استان خراسان رضوی برای هرچه با شکوه‌تر برگزار شدن این مراسم به کار گرفته شده. از ساعت 24 امشب توسط پلیس محل‌های تردد از فرودگاه شهید هاشمی نژاد تا میدان 15 خرداد و از میدان 15 خرداد تا حرم مطهر رضوی ترددها ممنوع خواهد بود به جز خودروهای امدادی و وسایل حمل و نقل عمومی. برای راحتی تردد در زمان
ممنوعیت تردد خودروهای شخصی، بیش از 1700 دستگاه اتوبوس، 12000 تاکسی و دو خط قطار شهری هم که به صورت ویژه خدمت رسانی خواهند کرد. حدود 600 ایستگاه صلواتی هم در مسیرها و محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی برای پذیرایی از زائران تدارک دیده شده و اینکه بیش از 500 مسجد در مشهد هم با ظرفیت بیش از 100000 نفر آماده اسکان و پذیرایی از عزادارانی هستند که فردا قرار در مراسم تشییع شرکت کنند. برای ویژه برنامه‌هایی هم که در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده گفتگو می‌کنم با آقای خوراکیان، مدیر عالی حرم مطهر رضوی. آقای خوراکیان، عرض تسلیت دارم خدمت شما. بفرمایید مهم‌ترین ویژه برنامه‌ها و برنامه‌ای که در حرم مطهر رضوی قرار فردا انجام بشه چه برنامه‌هایی است، از چه ساعتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا همراه با همه بینندگان عزیز زیارت میکنیم و عرض میکنیم السلام علیک یا مولا، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی و رحمت الله و برکاته. تسلیت عرض میکنم شهادت عزیزانمون رو. مجموعه برنامه هایی رو برای با شکوه تر برگزار شدن تشییع و تدفین عزیزان ما در نظر گرفتیم. همه دستگاه ها از جمله آستان قدس رضوی انشالله پس از ورود پیکرهای مطهر به مشهد، مراسم تشییع از میدان 15 خرداد در بعد از ظهر برگزار خواهد شد. امیدواریم بتونیم قبل از مغرب پیکر مطهر شهید آیت الله دکتر رئیسی رو در حرم مطهر منتقل بشه. مراسمی در صحن پیامبر اعظم خواهد بود با حضور مرثیه سرایان و برنامه‌هایی که اونجا خواهد بود و در خدمت زائرین عزیز خواهیم بود. پس از اون پیکر مطهر شهید آیت الله دکتر رئیسی برای تدفین به رواق‌های داخلی حرم مطهر منتقل خواهد شد و در کنار جوار حضرت رضا علیه السلام آرام خواهد گرفت. خیلی متشکرم، مرسی. همکار محترم، بنده در خدمت شما هستم. سوال خاصی هست بفرمایید. خیلی متشکرم از شما آقای مهدی راهنما، خبرنگارمون از مشهد، و همچنین از آقای خوراکیان تشکر می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خبرنگارمون هم توضیح داد که درباره اسکان عزاداران در مشهد تمهیداتی در نظر گرفته شده. رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی هم گفته با تمهیدات انجام شده شرکت کنندگان مراسم تشییع رئیس جمهور شهید در هتل‌های مشهد رایگان اسکان داده می‌شود. جامعه هتلداران و کانون تشکل‌های زیارت‌های قومتی انجام داده، کمیته اسکانی رو جهت زائرین و مهمان عزیزی که برای تشییع ریاست محترم جمهور تشریف میارن، ما این ظرفیت اسکانشون رو براشون در نظر گرفتیم که از چهارشنبه ظهر تا پنجشنبه ظهر که تشییع پیکر ریاست محترم جمهور میباشد، اتاق به صورت افتخاری و رایگان در اختیارشون قرار بدیم. کل ظرفیت هتل هایی که ما و هتل ها و هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرها و خانه مسافرها رو در اختیار مهمانان و زائرین محترم قرار دادیم. خانه مادر رئیس جمهور در یکی از محلات مشهد حوالی میدان امام حسین است. این روزها این خانه ساده توجه بسیاری از مردم را جلب کرده، چرا که بسیاری از همسایه ها باور نمی کردن که خانه مادر رئیس جمهور کشور آیت الله رئیسی در این منطقه باشد. سالها همسایه از همسایهش بی خبر بود، حتی آن قدیمی ترها. شما چند وقت تو این محل زندگی میکنی؟ حدوداً 25 سال. ما 20-25 سال هست. تا اینکه یک اتفاق مهم همه را با خبر کرد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهر. از بالا تا پایین شهر همه در یک غم شریکند، اما اینجا این کوچه و این خانه ها با این غم آشناتر. آدم خوبی بودن خودش، به فکر خودش. طبقه مستضعف واقعا خادم امام رضا بود، هم مردمی بود، مهربان پدری را از دست داد. تازگی متوجه شدم که ایشون همسایه ما هستن. تا همین الان نمیدونستم که هاش خانم اینجا میشینن. اینجا یکی از کوچه های حوالی میدان امام حسین مشهده و این خونه ساده که میبینید مردم براش صف کشیدن،
خونه مادر رئیس جمهور. غیر قابل باور است که صاحب این خانه مادر یک رئیس جمهور باشد. مادر سید ابراهیم آرام و قرار ندارد و فرزندش را گل زهرا می‌خواند. بیا دیگه، بیا ابراهیم مادر. خانه 70 متری و یک حیاط و باغچه کوچکش که جوانه های درخت تاکش به خانه همسایه هم سرک میکشند. بگم مادر باید ما همین که بشم مجار نداره. تو نمیخواد که ما باید بریم توی بیت المال بشینیم، خانه هایی که مردم هم بریم بشینیم. نه مادر جان، همینجا خیلی خوبه. منم میام دیدن یزید میکنم. بی بی سادات با وجود کسالت و داغ مصیبت باز هم مهمان را پشت در نمیگذارد. آخر مهمان نوازی رسم مشهدی هاست. آقا خاطرتون هست خاطره ای چیزی؟ بله بله. چی خاطرتون هست؟ 6 ساله بوده گذاشتم اینجا مادلم من درس عربی بخونه. خادم امام حسین، خادم امام رضا بشه، روزه خون بشه، منبری بشه. سید ابراهیم هیچ چیزی جز همین عبای تنش نداشت. این را مادرش میگوید. چیچی ندار، خودش رخت داشت. او خادم رضا هم هست و سالهاست دل را وصل این حرم کرده است. من زندگیم رو مرمون امام رضا علیه السلام میدونم، معتقد بودم. او فرزند همین کوچه هاست، همین شهر، همین کشور، درست میان همین مردم. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. ادامه خبرها. ادای احترام مقامات و نمایندگان ده ها کشور به پیکر رئیس جمهور و همراهان او. امیر قطر، رؤسای جمهور تاجیکستان، تونس و رهبر ملی ترکمنستان از جمله مقامات ارشدی هستند که در مراسم امروز حاضر شد. سفیر ابراهیم طه حسین. من به نمایندگی از آقای حسین ابراهیم طه، مدیر کل سازمان همکاری اسلامی به اینجا آمدم و به نمایندگی او نیز به ملت ایران تسلیت میگویم. ایران کشور مهمی در جهان اسلام و منطقه است. از امیر قطر و رهبر ملی ترکمنستان و رؤسای جمهور تونس و تاجیکستان تا نخست وزیران عراق و سوریه و پاکستان و ارمنستان. امید داریم دیدار و حضور ما در اینجا نمادی هرچند کوچک برای ابراز دوستی با دولت و مردم ایران باشد. رؤسای مجالس روسیه، لبنان، الجزایر، قزاقستان و معاونین رؤسای جمهور چین، هند و ترکیه هم به ایران آمدند. وزرای امور خارجه مصر، امارات، بحرین، کویت، سریلانکا، ونزوئلا، تاجیکستان و بلاروس هم برای آخرین دیدار با همتای سیاسیشان به ایران آمدند. امیرم عبدالاحیانم، من خیلی چندین بار با جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان ملاقات کردم و درباره این ملاقات ها فقط خاطرات بسیار خوب و گرم دارم. آیت الله رئیسی و دکتر امیر عبداللهیان برای ما به منزله برادران واقعی بودند. اگر از نام دیگر سفرا و نمایندگان و فرستادگان باقی کشورها که امروز به سالن اجلاس سران آمدند بگذریم، کیفیت حضور هم ویژه بوده. تمام رؤسای هیئت‌های نمایندگی، رؤسای جمهور، نخست وزیران با یک رابطه عاطفی و در حقیقت اظهار احساسشون نسبت به مثل رئیسی حرف می‌زدند، صحبت می‌کردند. آن هم در سالهایی که ایران به پیچیده‌ترین تحریم‌ها و تهدید چند کشور غربی برای به انزوا کشیده شدن روبرو بوده. ما باید بتونیم از این ارتباطاتی که آیت الله رئیسی برقرار کرد و که حقیقتاً کشور رو از یه حالت بالاخره با کشورهای محدودی ما ارتباط داشتیم، الحمدلله یه گستره بسیار وسیعی شکل گرفت. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما. همزمان با تشییع باشکوه پیکر رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهان ایشان در تهران، مردم در دیگر شهرهای ایران هم در قدردانی از خدمات رئیس جمهور مردمی اجتماعاتی برگزار کردند. ایشون
خادم ملت بودند. از سردار سلیمانی الگو گرفته بودند، از شهید رضایی الگو گرفته بودند، رئیس جمهور محبوبمون بودند. خیلی آقا بود، کاش که من مرده بودم، به خدا روزه براش نرس کردم. گفته که شهید فقط تو میدون جنگه. به کسی رأی دادم که امام رضا تاییدش کرده. کشورم در عذاب، بزم ماتم به پاس، شاد رئیسی فدا شهر ما در عذاب. فکر کار مردم بود، به خصوص به فکر قشر ضعیف جامعه. یک الگویی بود برای تمام مسئولین. رضای ما یک روند را طی کردن که ختم به شهادت شده. از جنس مردم بود. هرچی آدم بگه از آقای رئیسی کم گفته، واقعا رئیس جمهور محبوب جهادی. فرا جنایی بود، هدفش خدمت به مردم بود. ای خادم رضا رئیسی، مردم خالصانه و از ته دل انتخابش کرده بودن و عاشقانه دوستش داشتن. برای کسی که تمام وقتشو برای این مردم گذاشت واقعا ناراحت. خدمت بی‌منت و در آرزوی شهادت، دو مؤلفه ای هستش که ایشون رو در دل مردم جا کرد. انشاءالله راه این شهیدان عزیز ادامه خواهد داشت. رئیسی در راه پیر خومن بود، در عالم و صدای او حسین بود. علی موسی رئیس قوه قضاییه پس از حضور در مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر رئیس جمهور شهید و هیئت همراه در منزل سردار شهید موسوی حضور یافت. آقای اژه‌ای با اشاره به حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع رئیس جمهور شهید و همراهانش گفت مردم قدردان مجاهدت ها و خدمات این عزیزان هستند. معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ریاست جمهوری در جلسه هیئت دولت از همه وزرا خواست بدون تعلل و با همان روحیه همیشگی مشی رئیس جمهور شهید را ادامه دهند. آیت الله رئیسی جز ویژگی اصلیش اینه که نماد انقلاب اسلام. این حجم از استقبالی که از پیکر شهید آیت الله رئیسی اتفاق افتاد، چه در تبریز، چه در قم و امروز دیشب در مصلا و خب طبیعتاً امروز، این نماد انقلاب اسلامی اینجوری مردم براش احساساتشون بروز دادن. آیت الله رئیسی نشون داد که بالاترین عمل صالح خدمت صادقانه و خالصانه به مردم در جهت رضایت خداست. این مشی باید در همه ما همچنان ادامه داشته باشه. آقای مخبر همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نشست سران قوا برای انتخابات پیش رو به همه اعضای دولت تاکید کرد تا با تلاش حداکثری برای حفظ وفاق ملی و افزایش رضایت و مشارکت مردم تلاش کنند.
در ادامه چند مصوبه پیشنهادی در خصوص تسهیل امور گمرکی در پایگاه‌های مرزی، حریم راه‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری‌های خارجی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت و پس از بحث و بررسی تصویب شد. مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح از اعلام همکاری و همدردی کشورهای همسایه و دوست در خصوص حادثه بالگرد ریاست جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. در بیانیه این مرکز با اشاره به اینکه در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه نقطه دقیق حادثه سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح بازگردانده شده از شمال اقیانوس هند کشف شد، تصریح شده است مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح بر خود لازم می‌داند مجدداً از همه تلاش‌ها و همکاری‌ها و همدردی همه کشورها به ویژه از اهتمام کشورهای روسیه، چین و به ویژه کشور دوست ترکیه تشکر و قدردانی کند. دیدارهای جداگانه وزیر امور خارجه مصر، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان با معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم ادای احترام سران و مقامات کشورها به رئیس جمهور شهید و همراهانش. آقای مخبر در دیدار با وزیر امور خارجه مصر با اشاره به تلاش‌های آیت الله رئیسی و آقای امیر عبداللهیان در ایجاد انسجام و وحدت میان امت اسلامی حول محور فلسطین گفت تلاش‌های این دو شخصیت بزرگ در حمایت از فلسطین و رساندن پیام مردم مظلوم غزه به گوش جهانیان از یادها نخواهد رفت. وزیر امور خارجه مصر هم نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی ریشه‌دار و دارای ارکان مستحکم توصیف کرد و تقویت روابط با ایران را خواستار شد. آقای مخبر همچنین در دیدار با نخست وزیر ارمنستان گفت سیاست توسعه روابط با همسایگان با جدیت ادامه خواهد یافت. آقای پاشینیان هم با اشاره به شخصیت والای رئیس جمهور شهید گفت ارمنستان به همه تعهدات خود با ایران کاملا پایبند است. آقای مخبر همچنین در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان توسعه روابط با کشورهای اسلامی، همسایه و همسورا مهمترین دستاوردهای آقای رئیسی دانست. امام علی رحمان هم ضمن تمجید از سیاست منطقه‌ای رئیس جمهور شهید در حفظ و تقویت پایه‌های دوستی و همکاری میان کشورهای اسلامی و همسایه گفت دولت و ملت تاجیکستان هیچگاه یاد او را فراموش نخواهند کرد. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی اجلاس اول دوره ششم از خدمات ماندگار رئیس جمهور شهید و همراهانش تجلیل کردند. نمایندگان همچنین از قوای سگانه و نمایندگان 12 دوره مجلس شورای اسلامی خواستند با ایجاد وحدت و همدلی میان صفوف مردم و همبستگی هرچه بیشتر برای ادامه مسیر سید و شهدای خدمت، حل مسائل کلان کشور را همچنان در دستور کار قرار دهند. اعضای خبرگان در بخش دیگری از این بیانیه با تجلیل از مقاومت ملت فلسطین و ایثار مردم غزه، بیداری اسلامی در میان جوانان و نیز دانشجویان و دانشگاهیان غرب و آمریکا را نشانه زوال رژیم صهیونیستی برشمردند. آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری در احکامی سید محمود حسینی پور را به سمت سرپرست معاونت امور مجلس رئیس جمهور، علی باقری کنی را به سمت سرپرست وزارت امور خارجه و محمد جلال مآب را به سمت دبیر شورای توسعه سواحل مکران منصوب کرد. ایرلند، اسپانیا و نروژ اعلام کردند فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت می‌شناسند. نخست وزیر نروژ گفت اقدام کشورش در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل همسو با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت است. نخست وزیر اسپانیا هم در مجلس این کشور گفت مادرید کشور فلسطین را به خاطر صلح و عدالت به رسمیت می‌شناسد. پدرو سانچز افسود نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ طرح صلحی ندارد و به نابودی غزه ادامه می‌دهد. قرار است تصمیم این سه کشور از 6 روز آینده اجرایی شود. مالت و اسلوونی هم قصد دارند در تصمیم مشابه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند.
تصمیم کشورهای اروپایی با استقبال اتحادیه عرب و گروه‌های فلسطینی و خشم و عصبانیت مقامات صهیونیست مواجه شد. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی سفرای این رژیم را در سه کشور ایرلند، اسپانیا و نروژ به تل‌آویو فراخواند. سفرای این سه کشور در تل‌آویو هم احضار شدند. وزیر خارجه این رژیم مدعی شد به رسمیت شناختن فلسطین حمایت از حماس و ایران است. پیش از این 143 عضو سازمان ملل فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته بودند، اما آمریکا از جمله مخالفان به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور است. ادامه حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به غزه. در بمباران اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه 5 فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع فلسطینی از هدف قرار گرفتن یک برج مسکونی در شمال غزه و انفجار آن خبر دادند. بر اثر بمباران خانه‌ها در شمال نوار غزه هم 10 نفر شهید و شماری مجروح شدند. اردوگاه نصیرات در مرکز، مناطق جنوبی و شمالی شهر غزه و رفح در جنوب غزه هم زیر آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بالگردهای رژیم صهیونیستی شماری از فلسطینی‌ها را در جنوب رفح هدف قرار دادند و چند تن را زخمی کردند. در نتیجه حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به جنوب شهر غزه 2 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته مرتکب 6 قتل عام شده که در نتیجه آن 62 فلسطینی شهید و 138 تن زخمی شدند. سلام، شبتون بخیر. خب امروز بارش رو از استانهای واقع در شمال غرب و همچنین نواحی شمالی کشور داشتیم، اما برای فردا همچنان خطر وقوع سیلاب رو داریم در استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، همچنین شمال استان سمنان. اما بارش به طور پراکنده فردا در استان کردستان، همچنین زنجان، شمال استان تهران، قزوین و شمال سمنان و سوار دریای خزر، گیلان، مازندران، گلستان اتفاق میفته. این سامان حرکت میکنه و فردا بعد از ظهر به خراسان شمالی رضوی و خراسان جنوبی هم خواهد رسید. ضمن اینکه پیش بینی میشه برای روز جمعه این سامانه کمی گسترش پیدا کنه، یعنی خطر وقوع سیلاب رو برای روز جمعه در استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، شمال استان کرمانشاه، در استان همدان، مرکزی، قم، البته در تمام استان قم این اتفاق نمیفته، مثلا نواحی غربیش بارش داره، تا جای دیگه در شمال استان اصفهان، شمال استان لرستان هم بارش داریم. ضمن اینکه برای سوال دریای خزر، گیلان، مازندران، گلستان و دامنه‌های جنوبی البرز مثل تهران، قزوین، البرز و زنجان و شمال سمنان هم خطر وقوع سیلاب برای روز جمعه پیش رو خواهد بود و همچنان برای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی برای روز جمعه هم بارش داریم. برای تقریبا روز شنبه هم همین شرایط رو داریم. ضمن اینکه پیش بینی میشه فردا وزش باد شدید اتفاق بیفته در نواحی شرقی. وزش باد رو همین جایی که رنگ نارنجی رو داره در خراسان شمالی، رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز، فردا وزش باد نسبتاً شدید هستش و میتونه باعث بروز خسارت هم بشه و تهران فردا دماش به هولوش 29 درجه بالای صفر خواهد رسید. من از همراهیتون و شب خوش.